یه چیزی یادم افتاد، یه چیزی که تو رو خیلی اذیت میکنه اینه که یه جایی میری بر خرید کردن اون طرفی که فروشنده است رفتار بدی داشته باشه. این جزء چیزایی که ترک میکنی اونجا رو. من اصلا به این شدت اذیتم نمیکنه، چون من خودم قبلا فروشنده بودم و خیلی وقتا بوده که اعصاب نداشتم، حوصله نداشتم. به نظرم اینه که اون طرف حق داره، ولی تو رو خیلی اذیت میکنه. وای 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 وای، من اصلا نمیپذیرم. سلام، خیلی خوش اومدید به یه برنامه دیگه از خودمونی. من حسین افشاری ام. سلام، خوش اومدید به برنامه ما. چرا میخندیدی اولش؟ چطوری رسولی؟ رسولی نه، بارسیلا. مرسی. خاطر میخندیدم. منتظر بودم بگیرم. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو، من یه چیزی بگم، اینکه دمتون گرم برنامه رو نام کنید. پس همین اولش لایک، کامنت، سابسکرایب کنید حتما و به دوستاتون معرفی کنید برنامه‌مون رو اگر که دوست دارید برنامه ما رو. اولش گفتم خاطر که آخرش کمتر معمولا دیده میشه تا تره تره، به خاطر همین گفتم اولش بگیم که این اتفاق برام بیفته. من ممنونتون میشم. مرسی که این کار رو میکنید جان. ببرد من بگیر رسولی، جوابتون نمیدم. کوبی رو میارم میشونم اینجا. بگو برایانت. بگو. خب بگو موضوعمون رو بگو بچه ها. خب امروز موضوعمون در مورد کارهایی از دیگرانه که ما رو اذیت میکنه و کارهایی از خودمون که دیگران رو اذیت میکنه. چقدر سخت گفتم. چیزایی که از بقیه رو مخمونه، چیزایی که از ما رو مخ بقیه است. چیزایی که از بقیه رو مخمونه چی هست؟ بگو ببینم چه چیزی رو مخته. ببین آیتمی بگو رد شیم فقط، خیلی درمانش هم نمیخواد صحبت. چرا؟ بازش نکنیم دیگه. خب. اینجا میزگرد نیست. میدونم خیلی چیزای زیادی هستش که ما هم دوست نداریم. مثلا راجع رانندگی و اینا دیگه نگم. بگو یه مثلا اشاره کن بهش. چه شکل آشغال ریختنه، مخصوصا اینکه شیشه ماشین رو میکشن پایین آشغال میریزن تو خیابون بایم. که هیچی دیگه این خورد. بعد رانندگیه، اینی که برای من اینه که بین خطوط رانندگی نمی کنیم، اون خیلی رو مخمه. آها، بین خطوط رانندگی نمی کنیم. آره آره. خب من بگم تو. آره. دوتا رو گفتی. بگو. ببین مثلا آشغال ریختن برای من هم هست، کلن آشغال ریختن به هر شکل تو خیابون طبیعت اینا برای من هم هست. چه تو طبیعت خادم ها میرن تو طبیعت میگن آشغال نندازیم تو طبیعت، خب تو خیابون هم همینه دیگه، فرقی نمی کنه که نریز آقا، وقتی آشغال نبریزیم نریز. چیزاییه که مطمئنیم اشتباهه. آشغال ریختن توی باغچه، خیابون، کف زمین، هر جا، هر جا. یاد برنامه اولمون افتادم که میگفتم غذا رو از چیزایی که تو کوچه است برای تو داشتن. ولی جدی الان دوباره یادم افتاد. چه پوست طالبی و اینا چجوری تو باغچه هاست؟ شطوری میخورن میندازن چجوری؟ نمیدونم. تخم مرغ هم خیلی الان دیدم. ظرف غذا با غذا. تخم مرغ دیدی؟ آره چقدر زیاد. چرا تخم مرغ کلاغا میارن؟ بازی میکنن تو خیابون. پر پوست تخم مرغه. واردش نمیشیم. واردش نمیشیم. واردش نشیم. آره. این مشخصه دیگه. من مثلا واقعا بدم میاد. نریزیم آشغال، نریزیم تو رو خدا. توی رانندگی اینقدر زیاده که نگو. آره مستاقاش خیلی زیاده، خیلی زیاده. تو خط روندن واقعا ایدئاله چیزی که تو داری میگی. اصلا تو خط روندن که فکر میکنم درجه آخره در موردش بخوام صحبت بکنم. اینکه از بغل خط میزنن اینجوری میان تو خروجی ها، به جایی که پشت هم بیان از این ور وجدی میزنن خروجی ها. مثلا بوق زدن تو مخ من، نمیدونم بوق اصلا بدم میاد. آره منم بوق اصلا، من واقعا اصلا تحمل نمیکنم. من خودم دیدی بوق نمیزنم، منم نمیزنم چی بشه بوق میزنم، ولی اینایی که دستشون دائم بیق با بوق سلام میکنه، با بوق داد میزنه، با بوق ناراحتیشو اعلام میکنه، کلا دست یارو بوق. آقا بوق چیکار کنه؟ بوق میزنی که چه اتفاقی بیفته؟ با بوق ناراحتیش. آقا نکن این کارا رو، قشنگ نیست دیگه. این که ببین یه سری مشکلات سوشال و اینا هم دارم خیلی زیاد که آدمای نادرست سر جاهای نادرستی هستند، اشتباه هستند. یعنی مثلا یه سری اینفلوئنسر الان مثل درخت در اکاش درخت ها هم این شکلی در میاد، اینفلوئنسر یه اون میزدن بیرون که اون آدم هیچی از خودش نداره. آدم های پوچی هستند، خیلی هم زیادن.
و اون آدم اومده داره فرهنگ سازی میکنه. با این قضیه مثلا چی کار میکنه؟ میاد مثلا میگه که تو خیابون آشغال نریزید، مثلا اینو میگه. خب یه سری مثلا من تو همین جوری نشستم، در صورتی که خودش میدونم که انجام نمیده. آخه میشناسم، قضاوتم نیست، قضاوت داری میکنیم دیگه. آخه قضاوت خوبه، اشتباه نیست، قضاوت درسته. چون میدونم که اصلا اینجوری اصلا دیدی از نزدیک تظاهر دارن. این تظاهرشون اذیت. آره تظاهره، خیلی تظاهر اذیتم میکنه. اینکه تو بگی یکی هستی که واقعا نیستی. تو اینفلوئنسرا تو اینستاگرام خیلی زیاده. ببخشید کوبی از این لا رد شدش. بله. نه یا بالا. پسر من خوشگل من. وای 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 وای. الان میام میشه. تموم شد الان میام میشه تو. چی کرده تو برم من. خب دیگه چی؟ آها آی ببخشید. خیلی داره. کوبی بیا این بعد. بودو بیا اینجا. آره خیلی. بیا ببرمت بالا. بیا بهت نشون بدم اینجا رو. یه چیز دیگه سلام. که من داری حالا راجب کوبی حرف نمیزنیم. کوبی اومدش این که تو خیابون مثلا راه میرم، خب خیلی ها قبلنا خودم رو بوجی بوجی میکردن. نه بوجی 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 میکردن. یعنی راه میری تو خیابون مثلا پسر یه تیکه میندازه بوجی بوجی چیه؟ نه ببخشید بوجی بوجی نه الان به کوبی مثلا این کار میکنن، اونم با تو هم فقط راهش آره، عوض شده. مثلا یارو سوار موتوره داره رد میشه، یه هو مثلا به کوبی میگه هاپ 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 هاپ، یا مثلا صدای گربه در میاره میاو میاو. این مدل مخزنن نیست دوستای عزیز، خیلی آزار دهنده است. چرا این کار میکنین آخه؟ خب دیگه چی؟ آها تو سوشال گفتی. ببین تو سوشال که کلن او دروغ یادم نبود این اصلا خط قرمز من دروغه. خودت اصلا دروغ نمیگی؟ خیلی سعی میکنم که تا جایی که میشه دروغ نگم. یعنی تمام زورم میذارم، پدر خودم رو در میارم که اون چهره‌ای که خودم دارم نشون میدم چهره واقعی باشه. هر جا فرقی نمیکنه، تو جلسه، تو کار، تو خونه، تو سوشال، هر جا. آره. سعی میکنم دروغ نگم و تظاهر نکنم که مثلا یه شکل دیگه‌ام. میدونی مشکل از کجاست؟ از بچگی من میاد. سختمه دروغ گفتن، سختمه. آره. دروغ که میگم رنگم عوض میشه، قرمز میشم، عرق میکنم و همین میفهمن که دارم دروغ میگم. آره. خاطر همین سعی میکنم دروغ نگم که اون مشکلاتو بهش برنامه. ولی اونایی که دروغگوی حرفه‌ای‌ان دیگه به یه مرحله رسیدن که هیچ نشان فیزیکی از خودشون نشون نمیدن. آره. کاملا تو چشات زل میزنن و بهت دروغ میگن دیگه. دیگه چی برات میاد اصلا؟ آره. بعد دیگه چرا داشتم رو توی دروغ حرف میزدم؟ یاد یکی از دوستام افتادم که خیلی دروغ میگفتش. ما توی دانشگاه داشتیم. آره. دروغوهای چمشیره جمع میشین دور هم دیگه. یه بار خاطرات آشتی هم میتونم تعریف کنم. آره. یه چیزایی رو میتونی بله. بگی. خب دیگه از چی بدت میاد؟ تظاهر که تو گفتی، دروغم که گفتی، بعد دیگه چی من بدم میاد؟ وایسا ببینم دیگه چی بود؟ یه چیزی گفتم که حسین با هم مخالفت کردش، رازیش کردم که چیزی که داره میگی واقعا آره خیلی شخصیه و اصلا درست و غلط بودنش شخصی سازی شده است. آره شخصی سازه دیگه. دیگه چی؟ ببین اینی که اینی که در مورد هر چیزی نظر میدیم میدن. آره اینم دخالت کردنه دقیقا تو کار هم دیگه. اصلا تصمیم گرفتن این که خوب و بد چیه شخصی، یعنی تو خودت تصمیم میگیری که چی خوبه چی بده و اجراش میکنی. در صورتی که خوب و بد یا درست و غلط بودن یه کارو من حس میکنم اینجوریه که هر آدمی نباید خودش تصمیم بگیره که این درسته یا غلطه. یه نظم و نظامی باید وجود داشته باشه واسش و همه جا دنیا بزن هست. یعنی چی؟ ما تو ایران نریم. مثلا مثال میزنم، تو خیابون که داری میری برای این که به مشکل نخوری یه نظم و قانونی اومده به اسم راهنمایی که برای شما قانون گذاری کنه که شما تو این خیابون به مشکل نخوری، بتونی راحتو بری. به نظر من تو روابط بین فردی آدم‌ها و اینا هم یه نظم و قانون اجتماعی وجود داره همه جا، ولی ماها
نداریمش. خب و این باعث میشه که ما خودمون بهش میگم پالیسی فکر میکنم. خب آره پالیسی بهش میگم فکر میکنم. خب یعنی مثلا تو اینستاگرام که باز میکنی آره یه سری پالیسی داره توش، یه سری قانون توش وجود داره که تو قبل از این که بخوای ثبت نام کنی بهت میگه آیا اینا رو قبول داری یا نه. خب بعد یه چیزی وقتی که من از کالج خارج شدم نه وقتی که مثلا توی سطح جامعه دارم میگم توی سطح جامعه وقتی که این چیزا رعایت نمیشه، مثلا تو رانندگی فکر کن که یه نفر میاد ازت میخواد جلو بزنه با زرنگ بازی تو یعنی به نظرت نباید اون آدمو کارشو تصحیح کنی. بله دقیقاً یه مثالش که همه ایرانیان هم فکر میکنن میدونن و بهش میخندن اینه که یه دوست که میاد تو خونه شما میگن اگه دزدو بزنی دزده میتونه بهش شکایت کنه و همه میخندن ها بابا دزده رو بزنیمش بهش شکایت میکنه. ولی این واقعیت ولی این یه واقعیته و کاملا درسته. تو فکر میکنم آمریکا یا یه کشور دیگه بخوام مثلا مقایسه کنم، وقتی که یه دزد وارد یه مغازه میشه صاحب مغازه یا کارمندای اون مغازه باید وایسن. اونا که تو فیلم ها و اینا میبینه بذار کنار ها، این واقعیت با فیلم خیلی فرق. نه اتفاقا چند وقت پیش یه فیلمی داشتیم میدیدیم فکر میکنم که همین بود، اومدن دزدی کردن. نه فیلم هم نبود، یه چیز واقعی بوده. این دوربین آره، آره، آره. مدار بسته میذارن اومدن دزدی کردن و ملت هم هیچ کاری نمی کردن. اصلش اینه که باید وایسن کاراشونو دزدا انجام بدن برن. آره مغازه دار زنگ میزنه پلیس میاد کاراش انجام میده، بیمه خسارت اونو میده بدون هیچ ضرر و شتمی. به خاطر اینکه آره. اگه اون تفنگو در بیاره امکانه یه دو نفر بمیرن. ولی توی ایران هم چیزی نیستش. من توی ایران من میگم کسی باید... نیست برامون چه قانونی بذاره. آره پس باید تصحیح فردی بکنی. خب همون دیگه اشتباه. من خودم به عنوان همیار پلیس همه رو تصحیح میکنم. نه اتفاق اصلا میفته، یعنی وقتی دوزن بیاد تو خونه من، منم به خاطر اون نبوده پیشینته اون تجربه فرهنگی که داری. آره ولی طول میکشه دیگه، کسی نیست فرهنگه رو بیاد جا بندازه. یه سری قانون، آخه قانون گذاری که خودش قانون رعایت نکنه باعث میشه که جامعه هم هیچ قانونی رعایت نکنه دیگه. این مشکل از ماه به نظر من یه اتفاق داره میفته واسم. بله خب دیگه چی؟ برو میخوام بریم سراغ اینه که فکر میکنی خودت چه ویژگی داری که ممکنه بر بقیه آزار دهنده باشه. من فکر میکنم اونو خیلی دعواش هنوز کامل حرف نزنیم، انقدر هیت و اینا زیاده که آن دوست داری بگیم بازم در موردش. فکر میکنم هنوز هست، فقط چون ما تو برنامه هنوز خیلی بهش فکر نکردیم. آره. داریم بداهه میریم، خیلی نمیدونیم، شاید یه چیزایی بعدن یادم بیاد بگم آخ چرا نگفتم تو برنامه. مثلا اینکه مثلا مردم میرن زیر یه اوه خیلی بدم میاد. آره میرم از زیر مسی دیگه معروفه. آره مسی. آره کامنت میذارن. کامنت میذارن. آره اصلا جامعه رو میبرن به یه سمت اشتباهی قشنگ. به نظرت کار اشتباهه. قضاوت دنیا رو ما قشنگ عوض میشه این اتفاقی که میفته. یا مثلا یه داور همین آخه تو هر چیزی که داریم اشاره میکنیم دقیقاً اون اتفاقا داره میفته. ما خودمون رو میذاریم جای قاضی و مجری، یعنی اجرا کننده و قاضی کردن خودمون. میبریم یارو رو تو قضاوتش رو انجام میدیم که اوکی تا اونجا اوکی، ولی اجرا میکنیم، یعنی میریم قانون اجرا میکنیم. قانونی که خودمون گذاشتیم بریم اجراش هم میکنیم. یه چیزی یادم افتاد، یه چیزی که تو رو خیلی اذیت میکنه اینه که یه جایی میری برای خرید کردن اون طرفی که فروشنده است رفتار بدی داشته باشه. این جزو چیزایی که ترک میکنی اونجا رو. من اصلا به این شدت اذیتم نمیکنه، چون من خودم قبلا فروشنده بودم و خیلی وقتا بوده که اعصاب نداشتم، حوصله نداشتم. به نظرم اینه که اون طرف حق داره، ولی تو رو خیلی اذیت میکنه. وای 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 من اصلا نمیپذیرم یه کارمند یا یه کسی که کاری رو انتخاب کرده بره انجام بده، خودش انتخاب کرده و میدونه که مسئولیت پذیره و اون کارو باید به شکل درستی انجام بده، چه جارو کردن باشه چه مدیریت یه مثلا شهر خیلی بزرگ باشه، اصلا فرقی نمیکنه. تو مسئولیت پذیر نبودن این میشه مسئولیت پذیر نبودن. مثلا من اذیت میکنم، مسئولیت پذیر باید باشه دیگه. یه کسی که تو فروشگاه داره کار میکنه شاید روزانه 1000 نفر بیان بهش بگن سلام آقا باتری داری؟ خب آره. بگه نه ندارم.
اولی هم میگه که مثلا میریم مغازه به من بگو آقا باتری داری. آقا باتری داری؟ نه قربان نه باتری نداریم، امروز صبح اولی نفر بود. دومی آقا باتری داری؟ نه قربان نه باتری نداریم. باتری داری؟ پنجاهمین نفر. آقا باتری داری؟ نه خیر ما باتری نداریم. دوباره صدومین نفر بگو. خب بخسته میشه طرف. هزارمین نفر نداریم دیگه. خب اون هزار نفر که داره میاد پیش تو فداشم، اون دفعه اولش داره میاد، تو به هزار نفر قبلش جواب پس دادی گفتی نه نداریم. آره ولی نفر هزارم که میاد پیش تو، تو همچنان باید مثل نفر اول بهش بگی که نه قربان ما همچنان باتری نداریم. ولی خب... نه من میام میرسم میام اینجوری میگم نه باتری نداریم دیگه، مگه نگفتم باتری نداریم؟ اوه اول داری به من میگی باتری نداریم. نونوای اتفاق میفته، فروشنده ها خیلی اتفاق واسهشون میفته، میفهمم که عصبانی میشن، خیلی حق نمیدم. خب خیلی از آدم ها هستن که تو اون شغلی که دوست دارن باشن نیستن و به خاطر بره شغلشی که دوست دارن خب کنه. هزار بار با تو راجع به این موضوع همیشه من صحبت کردم، چون آره. بارها شده ما رفتیم یه جا خرید بکنیم و حسین به خاطر اینکه رفتار فروشنده خوب نبوده از اونجا اومده بیرون. بله. و اصلا کلا دیگه اونجا رو بلاک کرده و نرفتیم خرید بکنیم. من ببین با این کارم اون آدمو نمیرم ادب بکنم. خب من میدونم که دیگه نمیتونم ازش خرید کنم، دیگه خرید نمیکنم، یعنی یکی از مشتریاش کم میشه همین. بله نمیرم با چوب بزنم تو سرش میگم که تو غلط کردی، دعوا کنم باش میگم تو این رفتار اشتباهه، سعی نمیکنم رفتار اونو عوض کنم، خودم ترک میکنم میرم جایی که اون نظم و نظامی که دوست دارم و درست داره انجام میده خرید میکنم یا مثلا کارو انجام میدم. بله درسته قربان. خب دیگه چی؟ من با کات بدم. برو کات بده. خب ما برگشتیم دوباره. خب دیگه در مورد چیزایی که اذیتمون میکنه بسته دیگه گفتیم یه سری ها. البته یه سری ها نمیذاره من بگم. بگو خب. نه بابا شوخی میکنم. نه ربشو زده. نه باور کن. باور کن چیزی. باور کن. خب چی از خودت که فکر میکنی بقیه رو اذیت میکنه؟ یه جونه یه خصوصیتی دارم که میدونم بقیه رو اذیت میکنه، این که نمیتونم همدردی کنم با آدم ها. همدردی بهش میگن؟ همدلی یا همدردی نمیدونم کدومشه. همدلی نمیتونم انجام بدم. میکنی یا به سبک خودت انجام میدی؟ خیلی بلد نیستم، یعنی اگه مثلا یه اتفاقی مثلا یه نفر بیفته به جای اینکه برم بهش بگم که آخه مثلا چقدر دردناکه، من میدونم که متوجهش نمیشم، تو درست میگی حق با توه و هم دردی باش بکنم، میرم بهش میگم بابا جمع کن خودت، بابا میرم راه حل میدم، بهتره که چه این کاری انجام بدی، بهتره که این کارو بکنی. و آدم رذل و بدی به نظر میام اینجوری. عزیزم آدم رذل و بدی نیستی. چرا آدم بدی به نظر میام اینجوری؟ نه اینجوری نیستی، ولی خب اینجوری تربیت شدی دیگه، اشکال نداره. اینجوری نه اینکه رذل و بد نیستم، چون همدردی نمی کنم، بوجی بوجی مثلا نمی کنم، آره آدم بدی میشم، در صورتی که من یه مرحله رد میکنم دیگه. میرم وارد راهکار میشه سری. آره میرم وارد راهکار میشه. اون مرحله به اصطلاح روانشناسی مرحله اتیون بودن رو رد میکنی، یه او میری وارد راهکار میشی، اشکال نداره. خب تو چی؟ همه نظرت. آدم ها من اصلا چیزی ندارم که آزار بده. آره من خیلی فسفسو هم و اینکه خیلی کارا رو میندازم دقیقه 90 و این خب مخصوصا فکر کنم واسه کسی که با زندگی میکنه یه ذره آزاردهنده، یه ذره که نه خیلی، چون اصولا سر صبر و خیلی فسفس کارامو انجام میدم دیگه، مگه اینکه تایم نداشته باشم دیگه همونو بدو بدو دقیقه 90 انجام میدم. آره کلا دوستان منو به عنوان مادر اهمالکاری ایران میشناسن، یعنی بسیار آدم اهمالکاری هستم، به خاطر همین پایان نامه دانشگاهم هم در مورد اهمالکاری بود. آره خیلی آدم اهمالکاری هم، کلمش تعلل میکنم دیگه، اینم دیگه هستم دیگه، از بچگی من اینجوری بودم، همه چی دقیقه 90. خصوصیتت به نظر من خصوصیت نه خب آزاردهنده است، توی رابطه دوستی هم خیلی آزاردهنده است. ببین نه اگه من تو رابطه‌ام با شما و همسر شما هستم به نظر من نه،
خاطر اینکه من با قبول کنم تو رو. نه خب فقط تو نیستی که، خیلی آدمای دیگه ای هم غیر از تو هستن که زندگیم که خلاصه در تو نمیشه. نه میدونم، ولی بازم مثلا من دوستاتم که تو رو قبول میکنن. اگه چنین خصوصیاتی رو قبول ندارن ببین. من دوست نباشم. نه نه ببین، حالا توی دوستا شاید دیگه حالا مثلا عادت کردن و میدونن که پارسیلا این رفتارش. خب ولی وقتی که توی یه جامعه بزرگتر میشه، فکر کن توی حالا کار، یه کار دانشگاهی، یه پروژه‌ای، خب این آسیب میزنه دیگه. نه به نظرم خیلی تو این نیست دیگه. من میگم که جامعه به مثلا چندین دسته آدم تقسیم میشه که این باعث میشه که آدما متفاوت باشن از هم و قشنگ باشه. نه ولی یه تعریفی این داره، مثلا توی کار گروهی یه تعریفی داره کار که گروهی فرق. همینو دارم میگم دیگه، توی کار گروهی و اینا فرق میکنه. وقتی تو کار گروهی میریم همه باید شبیه هم بشیم، این فرق میکنه. آره، آره. ولی من نمیتونم، من یعنی اینو پذیرفتم که یه نفر وای سلام یعنی قرار نیستش که همه صبح زود بیدارشن، قرار نیستش که طبق اون چیزی که دیدی. آخه میگن باید صبح زود بیدار شی، باید کاراتو انجام بدی، اینجوری بری اونجوری بری، شب هم سر وقتش بخوابی. یه سری آدم هستن که خب اینجوری نیستن و قرار نیستش که درست این باشه که تو صبح زود بیدار شی از خواب. آره ولی خب آزاردهنده است که بعضی چیزا. با من دارم خودم میگم آزاردهنده است. میگه نه آزاردهنده است. آره خب بعدی رو بگو. ولکن نمیخواد دیگه. مشکلی که دارم چیه؟ که آدم ها شاید از من یه مشکل یه مشکل خیلی بزرگتر از قبلیه حتی یادم اومد. چی؟ اینه که من تو رابطه هایی که دوستم و دوست دختر فرق نمیکنه، تمام رابطه هم تلفن زدن برام خیلی کاره بیهوده ایه. حال پرسیدن، تلفن زدن از احوال میگم هم تو میگم چون همدردیه، از حال هم دیگه با خبر شدن و اینا رو خیلی، یعنی مثلا من به دوستام زنگ نمیزنم و اینا خیلی از دستم ناراحت این که چرا زنگ نمیزنیم، چرا مثلا حالمون رو نمیپرسی، چرا مثلا این اتفاق افتاده، چرا به ما زنگ نزدی. و این همیشه بوده. بعد فکر میکنن که تو اهمیت نمیدی. بعد فکر میکنن اهمیت نمیدم دقیقا. ولی در صورتی که منی که الان دارم با زندگی میکنم همون مثلا میبینم چقدر دغدغه داری که ببینیشون. برای تو اون دیدنه خیلی اولویت داره تا مثلا تماس تلفنی و حال احوال پرسیه. راستی تایممون دیگه تمام باشه. پس منم دیگه هیچ چیز آزاردهنده ندارم. ماها بسیار گل بلبلی می چیز آزاردهنده. نه من خیلی چیزای آزاردهنده دارم واقعا، تو رابطه دوستی با بچه‌ها دوستان اینا دارم، زیاد دارم. هی هم داره چیز آزاردهنده حس کنم، سنا که میره بالاتر هی بیشتر میشه. بیشتر میشه. آره. همین دیگه چیزی ندارم. مدام باز حرف بزن. آره تایم رو تموم شده، اونم اومدی که نمیده دیگه. تشکر میکنیم از مرسی استودیو هشت و وان سایز که این لباس ها رو ازشون خرید کردیم و تو برنامه‌مون آوردیم. پولشو دادیم. دستتون درد نکنه، اسپانسر شدیم. مرسی که ما رو میبینید. ممنون. برامون کامنت بذارید در مورد چیزهایی که شما رو آزار میده و چیزهایی که از طرف شما بقیه رو آزار میده بگین. اگر فکر میکنین که در ما چیزی هست که آزار دهنده است، اونم به همون بگین. آره بگید حتما. بابا تو گفت مرسی مرسی. خدافظ خدافظ.